من هیچ صحبتی نمیتونم در مورد این موضوع با اجازه بکنم، چون واقعا این یک چیزی هستش که خصوصی هست و من هیچ صحبتی نمیتونم بکنم. خود شما چطور؟ آیا فیروزه تو پرنسس ثریا در هنگام حیاتش به شما کمک هایی میکرد از نظر مالی؟ ایشون از طریق شخص سالسی که یک آقای ایرانی هستند و من باز اسمشون رو اینجا نمیتونم بیارم و خطاب به آقای اکس اگه اجازه بدین. مستر اکس. بله. این آقا در ایران دورا دور خانواده آداپت منو میشناختن و سلام علیک داشتن، ولی ما هیچ رفت و آمدی با خانواده ایشون در ایران نداشتیم. و وقتی که ما بعد از انقلاب به اروپا و به امریکا آمدیم، ایشون رو من دورا دور باز هم در رستوران ها و محل های مختلفی میدیدم و باز یک سلام علیک خیلی ساده ما همگی با پدر مادر آداپتم با ایشون داشتیم. من زمانی که 18 سالم بود تقریبا برای خودم مسلم بود که من دختر پرنسس ثریا هستم، ولی احتیاج به یک مهر رسمی داشتم که این فقط میتونست از طرف مادر آداپت یا پدر آداپتم بشه. و در اون زمان مادر آداپت من به صورت 100% به من توضیح داد که بله، من دختر پرنسس ثریا هستم و دقیقا هویت پدر من رو هم که یک فرد امریکایی بوده به من توضیح داد. امریکایی بوده؟ من نه خیر نمیتونم. بنابراین من در اون زمان از مادر آداپتم خواهش کردم که من رو به مونیخ ببرن، چون کریسمس بود و پرنسس ثریا و برادرشون بیژن کریسمس رو میرفتن پیش پدر مادرشون آقای اسفندیاری و آوا همسرشون که در مونیخ زندگی میکردن. و این سفر که جزئیاتش طولانیه، چون واقعا من میتونم 100 صفحه در مورد این موضوع بنویسم، بنابراین ما وقت نداریم برای این چیزها، به شکست منتهی شد و من بسیار بسیار با قلب شکسته و روحیه بسیار داغون. یعنی نتونستید پرنسس ثریا رو ببینید؟ نه خیر، ولی جزئیاتش رو اجازه بدین در کتاب توضیح بدیم چون وقتمون کمه. من دیدم مدارکی رو دیدم که فیروزه در اختیار داره که بیژن شادروان، بیژن بسیار عزیز من، بیژن اسفندیاری برادر ثریا، پرنسس ثریا تماسایی داشته با هتلی که اینها در اون هنگام اونجا بودن. نه خیلی، اون دفعه دوم دفعه دومش بود. بله، دفعه اول خود آقای اسفندیاری بود که با ما تماس داشت و دفعه دوم بود که من یه کوتاه اگه بدین من اینو میگم. خواهش می‌کنم. دفعه اول در 82 بود که من به اتفاق مادر آداپتم رفتم و آقای اسفندیاری که پدر بزرگ من باشن به دلایل واضحی که من حالا میفهمم اجازه ندادن که من پرنسس ثریا مادر خودم ببینم و ما برگشتیم و زندگی من اون زمان واقعا دگرگون شد از هر جهت، که باز هم من این جزئیات رو بعد در کتابم بگم چون وقت نیست برای این جزئیات در الان در این مصاحبه. و این آقای اکس که دورا دور با من آشنا بود و با خانواده آداپت، شروع کرد به من کم کم به تلفن کردن و این تلفن ها بیشتر و بیشتر شد و چون من بسیار قلبم شکسته بود و از نظر روحی بسیار بسیار افسرده و ناراحت بودم و زندگی من واقعا دگرگون شد از هر جهت که میگم جزئیاتشو بعداً توضیح میدیم، ایشون واقعا مانند یک دوست، یک حامی، یک پدر، یک برادر منو میخندوند، برای من جوک میگفت. مستر ایکس. بله. و واقعا یک دوست خیلی نزدیکی برای من به صورت تلفنی ایشون شد و ما قریب 8 ماه الی 9 ماه من سال اول دانشگاه بودم، من با ایشون تلفنی صحبت میکردم و بعد کم کم که شروع کردم هفته یه بار ایشون رو دیدن، چون من درس میخوندم وقت نداشتم بیشتر از هفته یه بار بیرون برم، واقعا ایشون با محبتاشون، با دوستیاشون، با نصیحتاشون واقعا مثل خانواده من شد، یعنی یه خانواده نزدیک که من هر سوالی، هر نوع مسئله‌ای که داشتم واقعا اول با ایشون در میون می‌ذاشتم و از ایشون نصیحت اصلا می‌گرفتم. و یک شب که تقریبا سالهای 1987 بود، ما بیرون بودیم و ایشون بسیار افسرده بود و بسیار بسیار ناراحت بود که من فکر کردم یه مسئله شخصی براشون به وجود اومده. و وقتی که سوال کردم که چه مسئله‌ای هست و چرا ایشون اینقدر افسرده است، بالاخره بعد از اینکه خیلی طول کشید تا البته به نتیجه ما رسیدیم، ایشون گفتن که اگر من به تو بگم مادر تو، اسم مادر آداپت منو آوردن، مادر واقعی تو نیست، تو چی میگی؟ من خیلی خونسرد داشتم غذا میخوردم و خیلی هم اتفاقا خونسرد، گفتم که خب من این موضوع رو میدونم و من در 1982 اسم مادر آداپتم آوردم، ما به اتفاق رفتیم به مونیخ برای دیدن پرنسس ثریا ولی پدر بزرگم نذاشت.
ایشون فکر میکرد که من شوکه میشم، ولی خودشون آنچنان شوکه شدن که اصلا واقعا بله یه حالتی بهشون دست داد، چون ایشون فکر میکرد من چه رآکسیونی نشون میدم. نمیدونست شما خود تو خبر داری؟ نمیدونست من خبر داری خبر. ولی ایشون آنچنان رآکسیونی نشون داد که برای من بسیار بسیار جالب بود و من تا به امروز قیافه ایشون اصلا فراموش نمیشه. و برگشت گفتش که پس تو میدونی میدونستی؟ گفتم که خب مسلما میدونم و میدونستم. گفت حرف اول اسم مادرتو بگو. گفتم ببخشید آقا، شما این موضوع رو پیش کشیدین، من هیچ نمیخواستم در مورد این موضوع صحبت کنم، خودتون اسم ایشونو بگین. بعد از کشمکش بسیار زیاد که واقعا خیلی طول کشید، بالاخره ایشون اسم پرنسس سوریا رو آوردن و من هم باز خیلی خونسرد، چون من داشتم غذا میخوردم، گفتم که خب بله ایشون مادر من هستش، حالا مسئله چیه؟ و اونجا بود که به من ایشون توضیح دادن که از طرف پرنسس سوریا برای واقعا دوستی و هر نوع کمکی که لازم باشه که به من بشه آمدن. ولی از اون زمان که ما اسم ملک سوریا رو آوردیم، دیگه صحبتهای ما فقط دور ملک سوریا، بیژن برادرشون و آداپشن من میگشت. یعنی در حدی که اگر من ایشون رو یک ساعت میدیدم، 45 دقیقش در مورد آداپشن، پرنسس سوریا و خانواده بختیاری بود، شاید یک روب ما در مورد صحبت‌های دیگه‌ای با هم دیگه میشستیم و حرف میزدیم. و به این ترتیب بود که در سال 1992 من و ایشون تصمیم گرفتیم که به، چون مادر پرنسس سوریا آوا تولدشون 11 می هست، بله، و همیشه سوریا و بیژن برای تولد مادرشون به مونیخ می رفتن.